درود بی پایان به ایران درود بی پایان به تو افشین هستم با 320 مین اپوزیت این برنامه به صورت هفتگی و بعد فصلی اطلاع رسانی تهیه می شود پرستش تقدس را به دنیا می آورد و تقدس برای ذهن شما یک قفس می سازد که با تعصب از آن قفس محافظت می کند زندگی در قفس در عین محدودیت آسانتر است شکم سی رو جای خواب فراهم انتخاب با ماست در قفس بمانیم یا آزاد زندگی کنیم در برنامه این هفته آخرین سخنرانی رهبر فرسودگان حکومت اسلامی را بررسی نمی کنیم بلکه در هفته آینده بررسی می ملت و حکومت دوبال یک کشور هستند اگر این دو هماهنگ و همراستا حرکت کنند کشور رو به پرواز در میارن و اگر یکی ناهماهنگ با دیگری باشد به همان نسبت از مسیر پرواز دور می شود. انرژی بیشتری برای نگه داشتن کشور مصرف می شود و در نهایت کشور افت می کند. نادانی متعصبین مذهبی حاکم بر ایران زخم های عمیقی بر بال ملت وارد کرده. بیدادگری با منشأ فساد و حکومتی توازن و تعادل و بین دوبال حکومت و ملت از بین برده و ایران رو در سقوط آزاد قرار داده. ادامه این سقوط آزاد به نابودی ایران ختم می شود. برای همه. این انتخاب ماست. برای نجات ایران دست به کار شویم یا تنها شاهد نابودیش باشیم. نکته اول اینکه در روندی که ما الان پیش رو داریم برای مسئله مبارزه با کرونا و مقابله با کرونا هیچ اختلاف نظری بین دستگاه های دولتی وجود نداره اولا بین قوای سگانه هیچ اختلاف نظری وجود نداره همه ارکان کشور مقام معظم رهبری همه جا حمایت فرمودند هر جا ما نیاز داشتیم خدمت ایشون. ایشون همراهی فرمودن بنابراین کل نظام یک پارچه است کل <تصحان> نظام یک پارچه است جلسه ستاد کرونا در روز 17 فروردین ماه بود از آنجایی که دروغگو هیچ وقت راست نمیگوید و آخوندها خصوصا دکتراشون ید طولایی در دروغگویی دارند میشه اطمینان پیدا کرد که نظام یک پارچه نیست یعنی اگه بود که اصلا این نمیومد بگه مگه قبلا عروض میومدن میگفتن نظام یک پارچه است وقتی میگن هست یعنی نیست ولی ما هیچ اختلافی نداریم نه بین وزارت خونه های ما اختلافه نه بین وزارت سمت و وزارت بهداشت ما اختلافه یه چیزی رو یه گوشه یه کسی یه شیطونی به هر حال پیدا میکنه میده به این رسانه های خارج کشور اونا این مسئله رو بزرگ میکنن ما هیچ اختلافی در این زمینه نداریم باشه آدرس جایی که اختلاف دارن رو هم داد وزارت سمت و وزارت بهداشت اون جایی دیگه گفت مثل بچه ها دروغ میگن حالا فرض کنیم اینا اختلاف ندارن و نظامشون یک پارچه است بعد بالاخره یه جا این آثار یک پارچگی رو ببینیم دیگه تصمیم دیگری که در این جلسه گرفتیم این که یک کمک های امروز از طرف نهادهای دیگر هم اعلام میشه حالا یک نهاد عمومی هست مثل ستاد اجرایی مثل بنیاد مستضعفان مثل یا نهادی مثل سپاه پاسداران اینا یک کمک های بخشار میکنن خیرین هستن که کمک میکنن دولت هست که داره این کمک ها رو میکنه یک هماهنگی برای این کار لازم هست میدونید چرا برای این کار یک هماهنگی لازم هست چون نظام یک بارچه نیست و معلوم نمیشه کمک ها واقعا چطوری رسانده میشه به کی رسانده میشه کجا رسانده میشه یعنی نهادهایی مثل ستاده اجرایی فرمان امام و بنیاد مستضعفین و سپاه پاسداران که کمک رسانی میکنن کمکاشون خیلی حس نمیشه ممکنه کمک ها در یه جایی متمرکز بشه یه جایی هم اصلا پرداخت نشه و کم پرداخت بشه این هماهنگی ضروری است بعد خیلی اتفاقی یه دفعه اون یه جاهایی که کمک های بیشتری مصرف کرده نزدیک به مقامات و عوامل فاسد نظام عذاب در میاد و با اینکه رئیس جمهور منتصب مدعی نظام یک پارچه است این کمک ها یک پارچه تقسیم نمیشه اینی که این هماهنگی ضروری است انشاءالله معاون اول ظرف این هفته یا هفته آینده جلسه رو میگذاره همه این نهادها رو البته یک شورای عالی رفاهی هم داریم میتونه معاون اول همون جلسه شورای عالی رفاه رو تشکیل بده و از این نهادها هم دعوت کنه از برخی از خیرین هم دعوت بشه خیرین هم باید در این ایام نسبت به اخشاری که اخشار تحت فشار هستند بیشتر کمک کنند. بیشتر منظور رئیس جمهور منتخب از خیرین همون کسانیه که شکمهاشون از همین سفره انقلاب گنده شده. اونا باید یه خود بیشتر سرکی سر کی شل کنن چون دولت و ازش خیلی خرابه. از اونجایی که متعصبین مذهبی صاحب قدرت موجودات بسیار دنیا پرست و مال پرستی هستند رئیس جمهور باید در جلسه اقتصادی بهشون بگه بیشتر کمک کنید ولی خب دولت تصمیمات خوبی در حد توان خودش اتخاذ کرده در حد توان خودش اتخاذ کرده این اگه بهشون بگی این اقداماتتون خوب نبوده یا کم بوده میگن حد توان ما همینه اگر هم بهشون بگی خب تشریف ببرین کنار کسایی که حد توانشون از شما بالاتره بیان مدیریت کشور به دست بگیرن میگن ما نماینده پیغمبریم و خدا گفته ما به شما حکومت کنیم یعنی این نظام مقدسه با همین مسئولین فاسدش نادانی و خرافات مقدسه یه دم در متح همین بلاحد چهچه میزنن خلاصه روزگاری است نازنین گیر یه حکومت نادان افتادیم که خودشم میدونه ناتوانه حالا لازمه به حد توان جمهوری اسلامی در مقابله با کرونا یه سری بزنیم و باش آشنا بشیم ما از وضعیتی که در تهران هست از لحاظ ابتلا هنوز نگران هستیم و این ما رو به نگرانی وامی داره که چون تهران نقش کلیدی داره و نقش کلیدی ارتباطی داره با سایر استان ها بله تهران به راحتی میتونه همه کشور رو آلوده کنه یا آلوده تر کنه یک ماه و نیم بعد از ورود رسمی کرونا به کشور که حالا اونم روش حرف حدیث هست وضع پایتخت کشور نگران کننده است. اما با همین وضع نگران کننده قرار بازگشایی هوشمند بشه. بازگشایی هوشمند و تدریجی. هیچ کس نمیخواد و هیچ کس هم موافق نیست یه ضرب همه اینا باز بشه ما بازگشایی حوش... اه... گام به گام و تدریجی باید داشته باشیم. ارزیابی های مستمر هم از بازگشایی های باید بکنیم پس این چه بازگشایی هوشمندی بود؟ ارزیابی نکرده بازگشایی میکنن ببینن چی میشه ممکنه ما چیزی رو با شغلی رو باز کنیم فعالیتی رو اجازه بدیم اثرات خیلی کمی ببینیم یا خیلی بدی ببینیم بعد ارزیابی کنیم و ببینیم اثرش چیه تا برای قام بعدی تصمیم بگیریم این تازه هوشمندشونه باز کنیم ببینیم چی میشه چند نفر کشته میشن اگه کم بود ادامه میدیم اگه خیلی بد بود و فشار رسانه ها زیاد شد یه فکر دیگه ای میکنیم همه کار جمهوری اسلامی همین جوریه. در صورتی که این ارزیابی ها رو بدون اجرای تر هم میشه داشت بر اساس مدل های جامعه شناسی لاقل میشه تخمین زد اما نظام مقدس چون نمیخواد پول خرج مردم کنه میخواد روی مردم ایران آزمایش کنه امروز تصمیم گیری شد که یعنی این پیشنهاد مورد تصویب قرار گرفت که از 23 فروردین استانهای کشور کسب و کارها رو میتونن آغاز بکنن کسب و کارهای متوسط و کم ریسک اما در استان تهران این فعالیت از سیام فروردین یعنی شنبه سی یک فعالیت خودش رو آغاز میکنه با تمام نگرانی ها حاضر نیستن دوزار پول ملت و خرج خود ملت کنن میخوام فعالیت ها رو آغاز کنن ببینن چی میشه حالا این نگرانی جدی وجود خواهد داشت مصوبات ستاد ملی مقابل با کرونا امروز هم که به هر حال از بیست و سوم برخی محدودیت ها در برخ شهرستان ها رو و از سیوم فروردین محدودیت ها در شاید تهران رو اندکی کاهش داده قاعدتا ما انتظار داریم مردم عزیزمون همچنان اطلاع داشته باشن و این هشدار رو خدمت مردم عزیزمون میدیم که موضوع همچنان موضوع جدی این بیماری صرفا در فاز مدیریت شده است اون هم به خاطر مشارکت جمعی شما مردم توجه کردی در فاز مدیریت شده است به خاطر مشارکت جمعی شما مردم نه به خاطر فعالیت های نظام مقدس و در فاز مدیریتی یعنی هیچ کنترلی روی انتشار بیماری ندارن اگه مردم بیان بیرون در حقیقت دولت با تصمیماتش گل زده به فاز وزارت بهداشت و مدیریتش ما برای بازگشایی فعالیت امروز تصمیم گرفتیم که از یک روند پلکانی استفاده کنیم و این پیشنهاد وزارت بهداشت درمان بود و در آغاز این جلسه هم توصیه اونها به ستاد ملی این بود که این فعالیت ها به صورت تدریج و پلکانی صورت بگیره بنابراین هم ما نسبت به اقتصاد الان پلکانی تصمیم گرفتیم چقدر هم از این پلکانی خوشش اومده نگاه اگه پلکانی باز کنن اثر نمیذاره اونم پلکانی که اینا تنظیم کرده باشند فکر نمی کسی سالم از این ور پلکان برسه به اون ور پلکان خلاصه با کلید واژه پلکانی دستور بازگشایی رو صادر کردن تا یه وقت مجبور نشن به مردم ایران کمک کنند. قبلا هم گفته شده بود که سه میلیون خانوار خانوار محروم و اقشار تحت فشار هستند که برای اونها در چهار نوبت بسته حمایتی مد نظر قرار دادیم از 20 هزار تومان تا 600 هزار تومان. 41 سال بعد از استقرار حکومت اسلامی در ایران 3 میلیون خانواده تحت فشار داریم که قرار بین 20 هزار تا 600 هزار تومان به هر خانواری کمک بشه. فرض کنیم به طور متوسط به هر خانواری 400 هزار تومان کمک بشه. این هر خانواده ای 25 دلار در ماه بهشون کمک میشه این 25 دلار رو ضرب در 3 میلیون بکنیم میشه 75 میلیون دلار در ماه در صورتی که کشورهای استکباری همونایی که حکومت اسلامی در اونجا استقرار نداره و اهمیتی هم نمیدن به اسلام و حتی همین کشورهای آشیه خلیج فارس که نوکر استکبارن به جای ماهی 25 دلار ماهی چند هزار دلار به هر خانواده کمک میکنن اونم نه به خانواده تحت فشار که اصلا همچین خانواده هایی وجود نداره در اون کشورها به هر کس نمیتونه بره سر کار کمک میکنن تا در خانه بمانند کشورهای بزرگ ده میلیارد تا صدها میلیارد دلار برای این کار کنار گذاشتن اما در ایران که صاحب بزرگترین منابع نفت و گاز جهانه و پر از سروت های طبیعیه فقط به خانواده های تحت فشار اونم مایی 25 دلار کمک میشه مسبب دیگری که امروز مد نظر قرار دادیم مسبب مربوط به یک اعتباری بود که در اختیار تقریبا همه خانوارها قرار میگیره یعنی همه اونهایی که یارانه دریافت میکنند حدود مثلا بیش از 23 میلیون خانوار هستند که دارن یارانه ماهانه دریافت میکنن همه اینها یک اعتبار یک میلیونی در اختیار اینا قرار میگیره اوه 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 یه وقت پولتون تموم نشه یک میلیون با دلار 16000 میشه 62 دلار و 50 سنت یعنی با این تسهیلات یه خانواده سه نفره در ایران به زحمت میتونه یه ماه شکم خودش رو سیر نگه داره و این یه میلیون تومانه اعتبار در اختیار همه این ها قرار میگیره اونا به تدریج از یارانه ای که در ماهای بعد اونم باز 24 ماهه در طول 24 ماه به تدریج از یارانهشون کم میشه اینم با نرخ 12.5 درصد البته یعنی روی اینم در 24 ماه 25 درصد بهره میگیرن و با خیال راحت از یارانه مردم که قراره بهشون بدن کم این هم تقریبا حدود 25 هزار میلیارد تومان برای این امر مد نظر ما قرار دادیم که جالبه که قراره به 23 میلیون خانواده یکی یه میلیون تومان وام بدن که میشه 23 هزار میلیارد تومان اما 25 هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفتن دو هزار میلیارد تومانش احتمالا کارمزد عوامل پخش تسهیلاته ما از همه مردم خواهش میکنیم که همینجور که تا امروز کنار دولت بودند، کنار نظام بودند، کنار وزارت بهداشت و درمان بودند و کمک کردند تا ما تونستیم در یک شرایط نسبتا قابل قبولی قرار بگیریم باز هم نیازمند به کمک اونها هستیم به مردم که کمک نمی کنن هیچ کمکم میخوان از مردم یعنی اگر آمار ابتلا به کرونا یه دفعه رشد انفجاری داشت تقصیر خودتونه که کمک نکردی نه اینا همه باید ما رو یاری کنن همه باید کمک کنن با تحمل سختی و با همکاری مضاعف ما باید این کار رو پیش ببریم انشاءالله خدا ما رو یاری میکنه در ماه پرخیر و برکت شعبانیم و در آستانه ماه بسیار مبارک رمضانیم ان از عنایات حق و ولی است ارواحنا له الفدا برخوردار خواهیم شد و از این مشکلات عبور خواهیم کرد یعنی با همین وضعیت اگر هم از کرونا جان سالم به در بردید ارواحنا له فدا کمک کرده بوده من نمیدونم اگه این ارواحنا فدا یا ولی اصر واقعا کمکاش اثری داره چرا از اول از همون ارباح و نافدا کمک نخواست اول یه صد روزه یه کی باید چی کار کنه و همه باید کمک کنن خوند و جلو جلو تقصیرها رو گردن اینو اون انداخت بعد تازه از ولی عصر کمک خواست این بدان معناست که معجزات ولی عصر خودش نیازمند کمک مردمه سیاستشون هم مثل دیانتشونه مهدویت به ما یک جهانبینی واقعی میده میگه آینده جهان آینده صلح و عدالت و پایان همه گره ها و فرج و گشایش واقعی است چشم بسته قیب گفته این مهدویت چقدر که پیروان مهدویت دنبال صلح و عدالت از سواحل مدیترانه تا افغانستان و از افغانستان تا شاخ آفریقا هر جا نگاه کنی یه دودی از جای سلطلبی پیروان مهدویت داره بلند میشه این مال سوال سر... طلبیشون ادالتشون هم که دیگه چی بگم سخنگوی قوه قضایی در نشست خبری امروزش گفته دستگاه قضا با حذف امضاهای تلاهی بستن کوراهای صدور مجوز و مبارزه با قاچاق کالا به جهش تولید کمک میکنه با اصلاح ساختارهای فسادزا و رفع دیوان سالاری زائد و حذف دالانهای تاریک و تو در توی صدور مجوز و امضاءهای طلایی این چهل و یک سال بعد از تسلط مهدویت بر کشورها ساختارهای فسادزا دالانهای تاریک فساد و حکومتی و امضاءهای طلایی مسئولین فاسد نظام مقدس حاصل عمل کرده همون تفکر مهدویت بوده حالا چون کفگیرشون به تعدیق خورده مجبورن دالانهای فساد رو ببندن و به ویژه با مبارزه همه جانبه مقتدرانه و قاطع با فساد و قاچاق کالا سهم خودمان را در انجام این مأموریت مهم ایفا نماییم یعنی جلوی فساد خودشونو رو بگیرن این وسط یه اعتباری هم به قوه قضاییه میدن بعد از پنج میلیون هکتار زمینخواری و ورود سالی 22 میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور برای لاقل ده سال و خوردن دهها و بلکه صدها هزار میلیارد تومن سرمایه های مردم در مؤسسات مالی میخوام بگن قوه قضایی حکومت اسلامی به درد میخوره کار آمده. در مجموع در سال 1398 بیست و دو نشست سخنگویی برگزار شد و به چهارصد و پنج سؤال از ناحیه اصحاب رسانه و مطبوعات پاسخ داده شد این عمل کرد در مقایسه با دوره گذشته که به طور میانگین در هر سال پونزده نشست و به طور میانگین در هر سال سیصد و پاسخ داده شده بود رشدی بالغ بر پنجاه درصد بفرما دیدین چقدر رشد داشتن این هم نشسته برای خودش آمار درست کرده که نشون بدن عملکردشون بالغ بر پنجاه درصد رشد داشته حالا خوبه اون سخنگو قبلیه که 50 درصد از این یکی تنبلتر بوده همین الان معاون رئیس قوسا به نظر میرسه ارکان جمهوری اسلامی بحران عدم مشروعیت رو بدجوری دارن حس میکنن و برای همین شدیدن در حال دست و پا زدن هستند در سال گذشته ریاست محترم قوه قضاییه 17 سفر استانی انجام دادند و اگر شرایط کرونایی در پایان سال رخ نمیداد این سفرها قرار بود به 20 سفر برسه انگار سفرهای استانی رئیس قوه قضاییه در برقراری عدالت اثری هم داشته در همین سال گذشته همین قوه قضاییه با همین رئیس جدیدش دو تا دختر جوون که برای برداشتن هجاب اجباری فعالیت میکردن هر کدوم به ده پونزه سال زندان محکوم کرده و وقتی مادرهاشون اعتراض کردن اونها رو هم روانه زندان کردن با همین حکمه حالا برای کارنامه همین قوه به به و چه چه میکنه خوشحالم که اعلام بکنم این الگوی مدیریتی به سایر بخشهای مدیریت و قوه قضایی نیز تسری پیدا کرد و تعداد بازدیدهای مدیران قضایی از واحدهای زیرمجموعه خودشان در سال 1398 در مقایسه با سال 1397 رشدی بیش از 62 درصد رو داشته است. بله. همینا معیار رشد محسوب میشن در حکومت اسلامی. تعداد بازدید مدیران از سازمانهای های زیر دستشون. انگار مدیران هیچ مسئولیتی در قبال عمل کرده سازمان های زیر دستشون نداشتن قبلا یعنی چون مردم پیشرفتی در برقراری عدالت حس نمی کنن مسئولین قوه قضایی هم مثل مسئولین قوه مجریه به آمارسازی متوسل شدن و از آمارهای مندرواردی خودشون آویزان شدن تا ثابت کنن کار کردن در سال گذشته در سال 1398 شعب ویژه رسیدگی کننده به اخلال در نظام اقتصادی در تهران رأی به محکومیت 260 مفسد اقتصادی در خراسان رضوی 303 مفسد اقتصادی و در فارس 31 نفر در اصفهان 30 نفر در هرمزگان 11 نفر در گلستان سه نفر و در قم سه نفر از مفسدان اقتصادی در این محاکم محکومیت حاصل کردن اینکه در جوار امام رضا تعداد فاسدا بیشتر از جای دیگه بوده جالبه اما در مجموع 642 نفر مفسد اقتصادی ری به محکومیتشون صادر شده فقط در یک سال اونم سالی که اینا بیشتر کار کردن ببین در نظام اسلامی چه خبره تازه اینا دونه ریزاشون بودن اون فاسد اصلی ها که اینا زیر دستشون کار میکردن اصلا نامی ازشون برده نمیشه برای همین دادگاه های اینا هم یواشکی و با کمترین پوشش خبری برگزار کردند. اصلا این دادگاه ها برای ماستمالی کردن فساد همون فاسد گنده ها برگزار شده قرار بر این شد که برای گرهگشایی از مردم و بویژه سپرده در تعدادی از این تعاونی های اعتباری یک خط اعتباری از بانک مرکزی اختصاص پیدا بکند و از محل اعتبارات این خط اعتباری وجوه مردم به اونها پرداخت بشود مشکل مردم حل بشه و به مرور اعتبارات تخصیص یافته این خط اعتباری به بانک مرکزی عودت داده شود اینم خیلی جالبه داستان مؤسسات اعتباری در نظام مقدس که همگی اسامی ملی مذهبی هم داشتن در اون زمان که دلار هزار تومن بود حدودن با ترفند پرداخت سودهای بالا پولهای مردم رو از مردم گرفتن این مردم رو گور زدن پولشون از اون گرفتن بعد دبه کردن گفتن سودش بالا بوده پول نداریم بدیم حکومت اسلامی هم به کمکشون اومد به مردم گفت راست میگن دیگه تقصیر خودتونه که طمع کردین میخواستین طمع نکنین بعد گفتن اصلا اینا غیر مجاز بودن میخواستین نوازتون رو جمع کنین پولتون رو در این غیر نذارین حالا شما بخوایی یه بسات دستفروشی هم بزنی کنار خیابون اینا میان ازتون باجشون رو میگیرن این یعنی جمهوری اسلامی همون بالا سرتون میشه عیازه. ولی مغازه های چند دهنه که مؤسسات اعتباری بودن همینجوری داشتن از مردم پول میگرفتن کسی هم کاری به کارشون نداشت که اینا مجوز ندارن بعد از ماها و سالها برگزاری تجمعات مردم و کلی آبروریزی در رسانه های ایران و جهان وقتی دلار به سه چهار هزار تومن رسید یواش یواش گفتن باشه پولاتونو رو پس میدیم که بازم ندادن گفتن یه درصدیشو میتونیم پس بدیم سوداتون که اصلا نمیدیم اصل پولتون هم یه درصدیشو میدیم مردم ما اصلا هم گفتن باشه یه بخششو بدیم گفتن سوداشو نمیدیم ها مردم هم گفتن باشه اونم ندیم خلاصه بعد از 500 تا ملخ که با اون پول از زدن بالاخره یه درصدی از پولای مردم رو پس دادن اونم نه اینکه از همون مؤسسات مالی بگیرن به خود مردم بدن نه خیر از بانک مرکزی بانک مرکزی هم که خودش پول نداره در حقیقت دارن از خزانه کشور برمیدارن یعنی دوباره دست کردن تو جیب ملت آخرش هم معلوم نشد کدوم مسئول فاسدی که در حکومت اسلامی بود در این فساد ها, فساد ها زی نف بوده یا کدوم مسئولی نیز نف بودن که اجازه این کلا برداری حکومتی رو صادر کرده بودن حالا بعد از 5 سال یه بخشی از اون پولایی که قبلا از بانک مرکزی گرفته بودن و برگردوندن و به عنوان دستاورد به مردم ارائه می کنند قوه قضایی بعد از این اقدام موفق شد صرفا در ماه پایانی سال 1398 مبلغ 1500 میلیارد تومان از اموال تعاونی افضل توس را به بانک مرکزی انتقال دهد همچنین 1450 میلیارد تومان از اموال تعاونی وحدت، از اموال تعاونی فرشتگان 300 میلیارد تومان، از اموال تعاونی سامن الحجج 600 میلیارد تومان به بانک مرکزی واگذار شد. 435 میلیارد تومان به مردم و سپرده گذاران پرداخت شد. تا همینجا شد بیش از چار هزار میلیارد تومن تازه این بخشی از پولایی که برگشته خیلی از پولا اصلا بر نگشته اینا همه پولایی که در زمان دلار هزار تومنی سپرده گذاری شده بود و در زمان دلار دوازده سیزده هزار تومنی مثلا پس داده شد یعنی لاقل دوازده سیزده برابر این پولا رو خوردن البته نه تنها تنها سهم قوه قضا و ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد مستضعفین و قرارگاه خاتم و برادر این و برادر اونو دادن همه با هم شریکن در حکومت اسلامی برای همین میگن سفره انقلاب بعد اون موقع اینا فکر میکنن زرنگن که میتونن اینجوری سر مردم کلا بذارن اینم از معجزات اسلامه بچه هاشون هم فکر میکنن ژنشون خوبه یا چون نماز و روزشون ترک نشده و روزی دو هزار تا سلوات نظر صاحب و زمان کردن پولدار شدن هیچ اجتماعی در مسجد مقدس جمکران برگزار نمیشه این مطلب رو طولیت مسجد مقدس جمکران گفته و تاکید کرده برای حفظ سلامت مردم در این ایام کرونایی درهای این مسجد مقدس بسته است و مراسم و دعاهای جشن نیمه شعبان مسجد جمکران از رسانه ملی برای مردم پخش میشه فرمانده انتظامی استان قم از بسته بودن همه ورودی ها به مسجد مقدس جمکران خبر داد و گفت وزارت ارشاد هم در اطلاعیه از لغو برگزاری نمایشگاه قرآن امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا خبر داده اینم از زور امام زمان روز تولدش هم نتونست برای زوارش زو امنیت فراهم کنه واقعا چند میلیون نفر برای شفا گرفتن رفتن تو همین مسجد دخیل بستن نامه انداختن تو چاه و پول به آخونده مسجد دادن براشون دعا بخونن بگذریم برگریم به جلسه هیئت دولت روز چهارشنبه بیستم فروردین ماه خب در حد توان کشور ما کشوری هستیم که در بعضی از امور قدم های بسیار خوبی رو ما برداشتیم یعنی اینکه ما تصمیم گرفتیم در ماه آینده انشالله این تدویم بشه مقرراتش در ماه اردی بهشت وقتی مسئله یارانه پرداخت میشه همونجا یک اعتبار یک میلیونی هم به همه خانواده ها داده میشه آره همون یک میلیونی که قراره نیم در روش بهره بگیرن از مردم با این کارنامه افتضاح یه سره از خودشون تعریف و تمجید هم میکنن وقتی هم بهشون میگی این وضع تعریف نداره میگن این در حد توان ماست و من در همین جا قبل از اینکه به نکته مهم اقدام اصلی دوم در زمینه کرونا توضیح بدم اشاره میکنم که ما از همه مجامع بین المللی میخواییم که در این شرایط به وظائف قانونی خودشون عمل آخه اینا خودشون خیلی به وظایف بین مللشون عمل کردن در چلی یک سال گذشته از ترور در کشورهای اروپایی تا بمبگذاری در آمریکای جنوبی تا همکاری با دیکتاتور سوریه در کشتار غیر نظامیان اونم چند صد هزار تن تا دخالت در امور داخلی یمن و بحرین و افغانستان و عراق هر جا نگاه کنی قانون شکنی حکومت اسلامی در جهان میخوره تو چشت به نام مبارزه با استکبار تمام این قانون شکنی ها رو توجیه کردن در چل سال گذشته حالا که کفگیرشون خورده تهدید قانون مدار شدن ما عضو صندوق بین المللی پوری ما عضو بانک جهانی هستیم ما داریم سهمیه خودمون رو پرداخت میکنیم ما بخشی از زخائر ما در اختیار اونها هست و درخواستی که ما کردیم برای وام اگر بنا باشه بین ایران و کشورهای دیگر اونها تبعیزی قائل بشن خب معلومه نه برای ما قابل تحمله نه برای افکار عمومی جهان قابل تحمله جالبه که همه جا تیرشون به سنگ میخوره حالا انگار اینا تحمل نکنن چی میشه؟ چی کار میتونن بکنن؟ افکار عمومی جهان هم دقیقا به هویت واقعی جمهوری اسلامی و نقش مخربش در جهان پی برده بنابراین اونجا هم حمایتی در کار نخواهد بود اما در این میان تماشای دست و پا زدن های مقامات نظام مقدس لذت بخشه بسیاری از کشورهای جهان به سراحت اعلام کردند بسیاری از اندیشمندان هم در بیانیه هاشون به سراحت اعلام کردند که صندوق بین المللی باید به وظیفه خودش عمل بکنه نسبت به ملت ایران ما در طول شاید پنجاه سال گذشته از این صندوق چیزی نخواستیم حالا بعد از این همه مدت که ما عضو صندوق هستیم و حالا عضو برد هم تقریبا هستیم و این همه تلاش کردیم پول ما اونجا ذخیره بوده در این شرایط سخت اگر اونا بخوان به وظایفشون عمل نکنن خب دنیا یک قضاوت دیگری نسبت به اونها انجام خواهد داد حالا اینا نگران قضاوت دنیا در مورد بانک جهانی شدن جالب این زجه مویه میکنن این نشون میده بد جوری بی پول شدن همه این روزه ها برای اینه که از پول هایی که از مردم ایران دزدیدن خرج نکنن و بازم از اعتبار مردم ایران پول به چنگ بیارن آمریکایی ها متاسفانه همیشه یک جانب گرا بودم یعنی در طول این مدت همواره یک جانب گرایی رو ادامه دادن حالا در این مسئله این بیماری هم باز همون روند غلط خودشون رو و تفکرات نادرست خودشون رو ادامه میدن که این روند غلط و تفکرات نادرست یعنی چی؟ دست از آتش پرکنی در جهان بردارید برای چی در امور داخلی یمن و عراق و سوریه و لبنان دخالت میکنید؟ فکر میکنم واقعا با این کلید واجه ها میتونن صورت مسئله رو پاک کنن یک جانبه گرایی رو مردم ایران چلی یک ساله دارن در ایران تجربه میکنن یه عده ابله متعصب یک جانبه هر بلایی دلشون خواسته سر ایران و مردم ایران آوردن همیشه هم طلبکار بودن یک موضوع تاریخی است در تاریخ این مسئله باقی میمونه که کاخ سفید که تا حالا در مسائل اقتصادی تروریست بود از این پس در مسائل درمانی هم تروریست هست یعنی این به عنوان یک ننگ تاریخی برای هیئت حاکمه ای آمریکا خواهد ماند که همچنین در این شرایط فشارهای خودش رو بر ملت بزرگ ایران داره ادامه میده این ننگ تاریخی بر پیشانی مبلغین مذهبی حاکم بر ایران نقش بسته همه ملت ایران میدونن کی تروریسته و کی مسئول این کمبودها در ایرانه با این حرف هم چیزی عوض نمیشه وزیر امور خارجه گفت ایران از ایده روسیه برای ایجاد گذرگاه سبز به جای جنگ اقتصادی و تحریم استقبال میکنه آقای ظریف اضافه کرد کشورهای مختلف برای کنترل کرونا مرزهای جغرافی خودشون رو بستن اما باید اونها رو برای ارائه کمک باز کرد ترامپ مقابل درخواست های بین المللی درباره لغو تحریم های ایران برای مقابله با کرونا مقاومت میکنه کرونا ممکنه به کشورهای همسایه هم سرایت کنه یه جورایی دارن دنیا رو تهدید میکنن که اگه به ما پول ندین کروناییتون میکنیم حکومت گروگانگیران حالا کل ملت رو گروگان گرفته البته مردم ما تاباوری خوبی در طول تاریخ داشتن امروز هم دارن در آینده هم خواهند داشت و آمریکایی‌ها ها اخیرا در این داستان کرونا در واقع مصوبه 2005 بهداشت جهانی رو هم نقض کردن چه التماسی میکنه مصوبه جهانی 2005 به جهانی رو نقض کردن کسایی دارن این حرف رو میزنن که برخلاف تمامی معاهدات بین نوجوانان زیر 18 سال رو به اعدام محکوم میکنن و حکم رو هم اجرا میکنن دست قطع میکنن سنگسار میکنن اینا مدعی اجرای مصوبات بین شدن ما امروز به همدلله این بیماری رو در مرحله کنترل هستیم ما امروز استراب اون چنانی نداریم همه بخش های پزشکی ما آمادن الحمدلله به هر بیمارستانی ما زنگ میزنیم سوال میکنیم هم تخت خالی داره هم آی خالی داره این مهمه خب پس این همه زجه مویه برای پول گرفتن برای چیه؟ تختا خالی مغازه پر از جنس امکانات پزشکی بیشتر از همیشه پس معلوم میشه جمهوری اسلامی پول رو برای یه چیز دیگه میخواد نه برای تأمین بهداشت و درمان مردم خب این یک افتخار بزرگی است برای جمهوری اسلامی ایران در این شرایطی که ما قرار گرفتیم و اما هر چه در فهم آید آن بود مفهوم تو امیدوارم این برنامه را مفید یافته باشید اگر یافتید حتما حتما در اشتراک گذاری آن کوشا باشید به صفحات اپوزیت در شبکه های مجازی سر بزنید آدرس ها تصویر به نمایش در اومده برنامه طبق روال گذشته در همون روزهای یک شنبه در اختیار عموم قرار خواهد گرفت از دوستانی که عضو کانال اپوزیت شدن صمیمانه سپاس گذارم و با سپاس از همه شما همراهان تا دیگر شب و روزتون خوش و به امید آزادی در همین نزدیکی